سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از تیکه کلفت محراب قاسمخانی به سران بی ارزه حکومت با ما همراه باشید لطفا عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای مهراب قاسمخانی نویسنده و طراح صحنه و بازیگر خوب ایرانی که از سال 78 کار خودش رو با مجموعه های مثل پاورچین و نقطه چین و شبهای برره و همکاری با مهران مدیری شروع کرده حالا مدتیه که درگیر هواشی اعتراضات اخیر شده مهراب قاسمخانی هم مثل بقیه همکارانش در فضای مجازی ساکت نموند و به حمایت از معترضین پرداخت و حرفهای تند و جنجالی رو نسبت به افراد معروف و سرشناسی می مثل حمید رسایی که با حمید رسایی کارشون به شکایت و دادگاه کشید اما مهراب قاسمخانی همچنان به زدن حرفهای تند و جنجالی در استوری ها و پستهاش ادامه میده به مناسبت نوروز 1402 هم با انتشار عکسی از سفره هفسین نوشت آرزو میکنم هر کسی که سال گذشته رید تو زندگیمون امسال ده برابرش ریده بشه تو زندگیش با انتشار این عکس نوشت این چه مزخرفیه که تا نقدی میکنیم میگن در مواردی که تخصص ندارید نباید حرف بزنید اولا که وقتی ما حق رأی داریم یعنی نه تنها به لحاظ قانونی به اون حد از بلوغ رسیدیم که میتونیم در موارد کلان سیاسی رأی بدیم بلکه رأیمون با بالاترین مقام سیاسی کشور هم ارزشه در نتیجه وقتی من اجازه دارم در انتخابات با رأیی که میدم نظرم رو اعلام کنم این صلاحیت و آزادی رو دارم که بعد از انتخابات هم بتونم نظرم رو اعلام کنم دوم که توی مملکتی که حساس ترین مسئولیتهای حکومتیش به کسایی سپرده میشه که هیچ سواد و تخصصی در اون مورد ندارن و خطیر ترین تصمیمها رو کسایی میگیرن که حتی نمیتونن چهار کلمه در مورد حوزه که بهش مدیریت میکنن حرف بزنن من اجازه ندارم در مورد اتفاقاتی که زندگیم رو به خاک سیاه میشونه حرف بزنم سوم که وقتی انتخاب یه رئیس جمهور یا یک توافق جهانی یا وضع یک قانون در تمام شرایط زندگی من تاثیر مستقیم داره چرا نباید در موردش نظر بدم نه فقط من هر کسی از هر سنفی که زندگیش تحت تاثیر هر تصمیم حاکمیتی میتونه زیر و رو بشه حق نظر دادن داره اصلا ما نظر ندیم کی نظر بده و چهارم و من این که واقعا فهمیدن اینکه اوضاع اقتصادیمون افتضاح و به اجاره و خرید یه ماشین معمولی نمی رسه و زیر هزینه های جاری زندگی زاییدیم و آزادی مدنی نداریم و بهمون به احترام گذاشته نمیشه نیاز به چه تخصص ویژه داره توی هفته های گذشته هم ماجرای مجلسی ها در زمان استیزاه فاطمی امین وزیر صنعت و مدن جمهوری اسلامی حسابی داغ بود. شبیه که قرار بود فرداش این وزیر سیزاه بشه به هفتاد نماینده ماشین شاسی بلند دادن که از اون حمایت کنن و نذارن که از کار بر کنار بشه حتی توی خبرها این قضیه شنیده شد که پای ابراهیم رئیسی هم در وسط این داستان شاسی بلند ها کشیده شده و اون هم از ماجرا خبر داشته حالا مهراب قاسم در جدیدترین استوری خودش با انتشار این عکس نوشته از اون شاسی بلندا که به هم میدین به ما معمولی ها هم میدین اگه نبود ما به شصت کوتاهش هم راضی هستیم با انتشار این خبر عجیب و غریب که بخشنامه وزارت علوم گفته اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی اونها اضافه میشه و اینکه حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری الزامی است مهراب قاسمخانی نوشت شرح وظایف اساتید تغییر کرده با این حساب اگه استاد راهنما باردار بشه توی معدل دانشجو هم تاثیر مثبت میذاره به جاش فضای کلاس ها تر و خانوادگی تر میشه من تا صبح میتونم با این شوخی کنم زحمتش رو بقیه میکشن جایزش رو به استاد راهنما میدین با انتشار این عکس از معاون آموزشی وزارت علوم قاسم امو آبدینی که اون حرفهای عجیب رو زده و گفته به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار رتبه اساتید راهنما اضافه میشه نوشت آدم فکرهای خوبی راجع به این اساتید نمیکنه به هر حال و در استوری تند و جنجالی هم نوشت جان من راستشو بگید شما یه اتاق فکر دارین که توش دور هم میشینین شرط میبندین که کی میتونه زایع ترین حرفو بزنه و بدترین تصمیمو بگیره مرگ من اینجوریه دیگه بعدش هم مثلا یکی یه جمله میگه بقیه میگن عمران روت بشه این یکیو بگی نه بعدش هم طرف میگه و بهش میگین دمت گرم و میخندین و بهش جایزه میدین میدونم همینه اصلا غیر از این نمیتونه باشه مگه نه در استوری دیگه ای هم با انتشار این حرف های وزیر ارشاد که گفته فضای کار برای هنرمندانی که اظهار پشیمانی کنند فراهمه نوشت این حرف فقط دو تا معنی میتونه داشته باشه یا هنرمندا فهمشون نمیرسه که از خودشون عقیده داشته باشن و از شدت حماقت گول دشمن رو خوردن و الان که آگاه شدن باید ابراز پشیمانی کنن یا هنرمندا از خودشون یه عقیده ای دارن ولی غلط کردن که با عقیده ما فرق داره و اگه میخوان کار کنند باید ابراز پشیمانی کنن در استوری دیگه ای هم این حرف های رئیس صدا و سیما رو منتشر کرد که گفته اصراری به همکاری همه هنرمندان با تلویزیون نداریم. مهراب قاسمخانی نوشت اینم که دیگه هیچی. در روزهای اخیر هم رستوران ها و کافه ها و پاساژهای های زیادی به دلیل اینکه مشتریان، صاحبان یا فروشندگان اونجا هجاب اجباری نداشتند پلم شده. مهراب قاسم خانی با انتشار این عکس نوشت خب خدا رو شکر انگار قرار بعد از پلم به موفقیت آمیز اکثر کسب و کارهای مجازی همه کسب و کارهای حقیقی هم پلم بشن این نماینده مجلس گفته قانون حجاب اجرا نشود کشور به جنگل آمازون تبدیل می شود مهراب قاسمخانی نوشته حالا چرا مشخصا آمازون یعنی توی جنگل های دیگه اجرا میشه یا اجرا نشدنش باعث تغییر شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور هم میشه یا تنها جنگلی که اسمش رو بلدید آمازونه و باز هم با انتشار حرف های حمید رسایی نماینده پیشین مجلس به اون حمله تندی کرد حمید رسایی در روزهای اخیر در توییترش نوشته در عجبم از مردی که از ترس خط و خش به ماشینش چادر میپوشونه اما همسر و دخترش رو بدون حجاب در کوچه و خیابون رها میکنه و هشتک زد بی غیرت مهراب قاسمخانی نوشت قشنگ نیست که یه همچین موجودی ازتون به خاطر توهین شکایت کنه قشنگه واقعا بعد هم نوشت و دوست دارم بدونم توی ذهن کسی که رابطه مرد و زن رو مثل مرد و ماشین میدونه چی میگذره مثلا دکتر زنان رو تعمیرکار میبینه یا دکتر پوست رو صافکار موقع سوار شدن و بنزین زدن و کارواش رفتن و روغن چک کردن به چی فکر میکنه اگزوز کاپوت صندوق عقب ایربگ یا وسایل نقلیه عمومی براش چه مفهومی رو القا میکنن البته کماکان کم با مثالشون یه مشکل جدی دارم اصولا توی پارکینگ روی خودرو چادر میکشند وقتی باهاش میرن بیرون چادر رو ور میدارن با انتشار این عکس هم از برگه احزار دادگاه که نوشته علت طرح تحقیقات مقدماتی اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم مهراب قاسمخانی شاکی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 شهید مقدس تهران معاون دادستان نوشت اینکه از یه طرف بالاترین مقامات حاکمیت میگن نقد کردن خیلی هم کار خوبیه ولی از اون یکی طرف یه سری جرم مثل اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام و تشویش از عمومی تعریف میکنن که هر آدمی هر نقدی میکنه به یکیشون متهم میشه واقعا آدم و گیج میکنه پیشنهادم اینه که یه دفترچه راهنما از کسایی و چیزایی که میتونیم نقدشون کنیم همراه با جملاتی که میتونیم استفاده کنیم منتشر بشه که بتونیم هر وقت نقدی داشتیم به عنوان ریفرنس ازش استفاده کنیم که به چیزی متهم نشیم پی نوشته اول مثلا من توی این مدت فهمیدم اگه از کیفیت و گرونی ماشین انتقاد کنیم اشکالی نداره درسته که نه کیفیتش درست میشه و نه ارزون میشه ولی به جاش به چیزی متهم نمیشیم پی دوم به جان خودم این نقدایی که ما میکنیم نصف انتقاداتی که خودتون توی مناظرات انتخاباتی میکنید نیستن اون چیزها رو اگه ما بگیم به جرم محاربه اعداممون میکنید مهراب قاسم خانی در استوری های اخیر خودش با انتشار این پیج از گوگل که به دنبال اجاره آپارتمان در تهران میگشته نوشت دفعه قبل که خونه اجاره کردم مجبور شدم برای پول پیش ماشینم رو بفروشم و ماشین ارزون تر بخرم این دفعه باید اونم بفروشم یه چیزی هم بذارم روش شاید بتونم یه خونه نصف این پیدا کنم ریدم توی این مدیریت و عدالت و درایتتون مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.